گاهی نیازه واسه این که همدیگر رو بهتر بشناسیم پای حرفای هم بشینیم. هیچی مثل یه خلوت دو نفره و صمیمی آدم ها رو به هم نزدیک نمی کنه. اما یادمون باشه هرچی توی این خلوت گفته میشه کنج دلمون برای همیشه بمونه. بیشتر حرفایی که در چنین فضایی به زبون میاد مثل یه رازه. اگه امانتدار خوبی بودین دوستیتونم عمیق‌تر و محکم‌تر میشه. یه مربی داشتیم بعضی وقتا مرد میبرد پارک، سینما، باغ وحش و این چیزا. بعد مسئولیتش سنگین بود دیگه. اگه بلای سری که از بچه‌ها میومد یا مثلا یکیشون گم میشد خب خیلی براش بد میشد. من خودم عاشق پارک و باغ وحش. آخه اگه اونجا میرفتی خانواده میدیدی. میدونی نه تازه تو تلویزیون و مجله و اینا، خانواده واقعی، مثلا پدر مادرها رو میدیدی دست بچه‌ها رو گرفتن، سلام تابشون میدن، ماچشون میکنن. خیلی برام کیف داشت. من اصلا بازی نمیکردم که فقط خانواده رو میشستم نگاه میکردم. واقع وحشم میرفتیم همینطورا، اصلا حیوانا رو نمیدیدم، فقط خانواده ها. اینو برات بگم. وای یه بار رفتیم پارکه و یه زن و مردی بودن، یه 6-7 دختر داشتن، یه پسر. و من گفتم قاطی این دختر رو بشم کسی نمیفهمه. من میرم خونه شون ببینم مثلا چیکار میکنن، چجوری زندگی میکنن. و باباش یه دونه از این چیز داشتن، مرده این بگو وانت های در به داغون اسمشو نمیدونم. آره وانت های بکستنی. خب قبل تو سوار وانتشیم برای همه اون بستنی گرفت، بعد برای منم گرفت. نفهمید. و همینجا که داشت حساب میکرد تو سرانگشتی و ما رو میشمرد و اینا دیگه هیچ شده و هنگ کرده بود. منم پاشت یکی از این دختره که قدش بلندتر بود قایم شده دادم نمیتونست من پیدا کنم. و خلاصه اومدیم سوار ماشینش رو بریم خونه شون. چی شد؟ سرم تیر کشید. ای وای سر درد میکنه؟ وای آره تیر کشید. چرا اینجوری شدن؟ یه ذره قهوه بخوری کم استراحت کن خوب میشه. قرص میخوای؟ نه خوبی؟ نه خوبم. آره مطمئنی؟ بایسا چرا اینجوری شدم؟ خب بالاخره فهمیدن که تو اضافه ای. آره بابا. خب من که بچه بشکونم گرفت، منم جیغ زدم زدمش. دست خودم نو عکس العمل آینی بود. بعد فهمیدم من از خودشون نیستم دیگه. آقا دیوونه میونه بودن، بشکون میگرفتن، لگد میزدن، جیغ میزدن. من توش نانورمال بودم. وای بعد مربیتون چی؟ تفلک فهمید تو نیستی چی کشیده؟ آره تفلک. خیلی دعوت کردن؟ نه بیچاره اینقدر مهربون بود تا منو دید بغلم کرد ما چم کرد. چه آدم خوبی بوده. آره. گاهی بهش سر میزنم. چه خوب. یه بهش بگو که موقع بیاد اینجا با هم دیگه آشنا بشیم. میرم سر خاکش. آره خدا رحمتش کنه. آره خدا رحمتش کنه. همه زندگیشو صرف ما کرد، ازدواجم نکرد. میگو من این همه بچه دارم دیگه بچه ازدواج میخوام چیکار؟ خیلی فرشته بود. خدا رحمتش کنه. وا اینا مگه نباید سر کار باشن الان؟ ای دشمن هر تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو که ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. سلام. شما اینجا چی کار میکنی؟ کجا باید باشیم؟ سر کار. سر کاریم دیگه. نه خیر سر کار نیستی، سرخوشی. نه زنده داشت سر کاریم. ما امروز دو تا تماس داشتیم جفت سر کاری. دو تا فشار خون گرفتیم، یه آمپول به کمپلکس به 12 زدیم، دو تا سوال جواب دادن دکتر راجع به اینکه این قرص تاریخ انقضاش کیه، بعدش هم 10000 تومان کاسب شدیم برگشت. یعنی چرا جفتشون؟ آره بله لیلی خانم حل. یه چیزی می‌خواستم ببینم. اینا زنگ می‌زنن میگن بیا فشار خونمون رو بگیریم. نه میگن مریض داری. پس لطفاً این بعد زنگ زدن شما تاکید کنید که ما فشار خون میگیریم، تزریقات هم انجام میدیم، ولی با همون چیزا، با همون قیمت ویزیت و اینا. اینجوری پول بنزینمون هم در نمیاد. بله اصلا من فکر کردم دو تا عمل جراحی سر پایه انجام دادین اینقدر سرخوشی. نه زدیم به رگ بیخیالی که قنباد نگیریم.
بیچاره این پسرعمه نازنین من بعد از 20 سال درس خوندن امروز دیدم داره تنظیم باد میکنه. واقعا اصلا خیلی ناراحت شدم. نمیدونید اون لحظه‌ای که این فشار سنج دستش گرفت بود به این عقربه‌ها نگاه کنه چه بغضی گلومو گرفت. داده غلام پنچرگیر خدا بیامرزه. قبل فرم الان باز قنبات گرفت. خالی کن خودتو. خالی کن. خالی کن. بریم بالا. بریم بالا. خالی کن. خالی کن. سر بزنم بپشون خونه. جبونیم رفت و صدام رفت دیگه. دلم بالا یخ بفر بفر. یه دلم اونجا بود. لا 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 لا. تو اتاقم دارم از تنهایاتی بی خودیم جبگیر شدم استخدام بیمارستان پزشکیان رو نرفتم ببین به چه روزی افتاد به قول فازی همین بعد بریم این برمه پنچری بگیریم ما تو این هفته 300 تومان هم کار نکردم خب حالا اگه پول طلاهای منو بذاریم روی این پولی که داریم نمیتونی بری یه جای مطب اجاره کنی کدوم پول پولی نمونده دیگه نصفشو خوردیم رفت دیگه یعنی چی خوردیم چیکارش کردیم چیکارش کردیم 12 میلیون تومان که شهریه مدرسه بچه‌ها رو دادم 2 میلیون تومان موسیقی سارا 2.5 3 تومان برای همین مدرسه والیبال و ورزشی چیز دادیم نیما دادیم 4 تومان همینجوری خورد خورد یه چیزی نمونده دیگه اوه اصلا پول این اتر شده نگاش میکنی میپره میره هوا حالا میخوای درش بیاری زغال سنگه مگه در میاد فرزاد میگم میخوای این خونه رو بفروشیم با پولش یه جای خونه رهن کنیم یه مطبم رهن کنیم نه بابا نه اصلا به صلاح نیست خب چرا بابا جان من میگن رستم اون همین یه دست اسلحه بابا ما همین یه خونه رو بیشتر نداریم که دیگه تو این دور زمانه نمیشه خونه خرید که بعدم یه موقع اگه سرمونو بذاریم زمین بمیرم حالا دور از جون تو خودمو دارم میگم من سرمو بذارم زمین بمیرم این تفلکی ها نمیخواد که سخفی چیزی بالا سرشون باشه حالا این چه حرفیه میزنی نه خب حقیقت دیگه مرگ حقه دیگه بابا مرگ اینجا یادمه بابا ولم کن بابا تو هم هر دفعه باهات حرف میزنن میری قبرستون قهوه میخوری بالا دست در نکن شیبا میدونی دارم به چی فکر میکنم من به این فکر میکنم که بیرم تخصصمو بگیرم تخصص چی؟ تخصص حالا تخصص هر چی ولی بیشتر خودم قلب و عروق و اینا دوست دارم به خاطر اینکه این جراح قلب نمیدونی چه پولی در میارن ها یعنی میخوای تخصص بگیری که پول در بیاری؟ بخشی دو موقع تالا در مورد راههای رسیدن به جایزه نوبل که حرف نمیزدیم داشتیم در مورد پول در آوردن حرف میزدیم دیگه در مورد بی پولی حرف میزدیم بابا خودمونیم زن و شوهری داریم راجع به بدبختیامون بی پولیامون اینا حرف میزنیم دیگه فرزاد جا بعد چند ماه بشینی درس بخونی تا قبول شی بعد تازه اگه قبول شی نه بابا میشم میشم ببین شیوا جان شما پشت کار منه که خیلی خوب میشناسی من یه کاری بخوام انجام بدم 100% میرم انجام میدم میشینم میخونم قشنگ انجام میدم قبول میشم دیگه نمیتونم باش بس موافقی دیگه یعنی از شنبه دیگه بشینم بکوب بخونم دیگه نه شنبه نه شنبه مال معتاداست که میخوان ترک کنن یعنی چی تو این حرفا رو از کجا میاری شنبه مال معتاد یه شنبه خوبه من یه شنبه مال پزشکاس بشینم بخونم شنبه مال معتاداست لیلی من باید به فکر یه کار باشم چه کاری؟ نمیدونم مثلا فروشندگی بهتر نیست؟ بدم نیست واردم که هستی باور میکنی مجید هنوز داره به من التماس میکنه که برگردم میگه از وقتی تو رفتی فروشم نصف کمتر شده نه بابا آره آقا فرزاد ناراحت نشه دست تنهاش میذاری نه به نظر من خوشحالم میشه از مردونگیش بود گذاشت باش کار کنم وگرنه اون هم دست فرمونش از من بهتره هم چولاق که نیست که ها؟ آره بدم نیست منم میخوام برم سر کار چرا اینجوری نگاه میکنی؟ از نشستم تو خونه که بهتر خسته شدم من آدم تو خونه نشستن نیستم فازی اصلا چه کار؟ کار خودم حساب داری لیلی تو سوی پیشینه داری به این راحتی بهت کار نمیدن که میدم
خب میرم شرکتای کار میکنم که دفاتر حساب سوری درست میکنن. اونا که دیگه آدم سوء پیشینه نمیخوان. اتفاقا اونا حتما میخوان. با یه حسابدار سوء پیشینه دار که نمیتونن که خلاف کنن که. اونا دنبال یه آدم میگردن مولا درزش نره. خیلی مسخره است. آدم یه خامی میکنه تا آخر اون بعد تقاص پس بده. چه قانونی که آدم یه بار اشتباه میکنه بعد همه در روش بسته بشن؟ باید با آدم کار بدن وگرنه به هر شکلی میخواد پول در بیاره. وای 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 لیلی داری حرفای خطرناک و ترسناک میزنی. دروغ میگم؟ نه دروغ نمیگی، واقعیته. ولی خب کارش نمیشه کرد، همینی که هست. خب همینی که هست غلطه. حالا غلطیه ما نمیتونیم درستش کنیم. ولی قور که میتونیم بزنیم. آره بابا قور میتونیم بزنیم. من خودم دلم میخواد الان یه دل سیر بشنم قور بزنم جانت. خب بیا چایت سرد نشه دوتایی قور بزن. یکی من میگم یکی تو. آه اول تو بگو. نه اول تو بگو. تو بگو. نه اول تو بگو. این چه زندگیه که همه مردم فکرشون شده پول در آوردن مسخره است. هی پول در میارن و به رخ هم میکشن. این مرده شور این پول رو ببرن. این مرده شور این خیابونا رو ببرن. همش ترافیک، همش شلوغی، همش سر و صدا، همش این چیه؟ آلودگی. آلودگی. دیگه گندش در اومده. این بابای تو چی هرچونه زندگی ما میخواد؟ چرا نمیذاره به آرامش زندگی ما نمیکنیم؟ بابا یکی نیست بهش بگه ما هم دیگر رو دوست داریم. این چه زندگیه که نمیتونیم برای دو روز بعدمون برنامه ریزی کنیم؟ خرجا بالا، درآمدا کم. این کیه؟ بابا من نمیخوام جز به این فضای مجازی، جز به این ارتباطات اینترنتی و اینا باشم. من دوست ندارم جز به این گروه اضافه بشم. به کی باید بگم؟ خدا نکشد تو تقف رو قرار میزنی. خوبه تو خیلی آلی تو. نه تو خیلی بهتر. تو اصلا بهترین قرار دنیا این قرار هم. آره این کلمه رو کجا برده؟ شاید سرد نشه. چقدر خوب قرار میزنی. این همون شکلات هست که فرزاد برده؟ به نظر من آدمایی که دنیا و مشکلاتش رو خار و ذلیل میکنن و اجازه نمیدن مشکلات پاشون رو از گلیمشون درازتر کنن جزو با ایمان ترین آدم ها. من نمیدونم چه رنگه. من قرمز دارم. چی شد؟ هیچ، سرم یکم درد میکنه. چرا؟ خوشی خنده زیاد. خوشی خنده زیاد سر درد میاره. بریم گریه کنیم. فازی یه آب با یه مستکم برام میاری؟ نه میارم. باید برم آب مسکن بیارم. اینم قرص. چی شد؟ بهتر شدی؟ آره خیلی بهترم. ولی قرص رو شما بخور. چایم باش نخور دندونات میشکنه. بفرمایید. میبینی نوشته لیلی جان دخترم. وای اصلا باورم. آره نه منم باورم نمیشه. خدا رو شکر لیلی انگار همیشه داره به خوبی و خوشی خودش درست میشه. وای چه کارا میتونه داشته باشه؟ میتونه. چرا به من پیامک زده؟ چرا گفته به فاضل چیزی نگو؟ گفتی تو؟ نه معلومه که اومدم اول با تو مشورت کنم. ولی من نمیتونم بهش چیزی نگم. نه خب ولی الان نگو. بابا حالا بذار سر اعتماد باباشو جلب کنی، شاید امتحانی چیزیه. خودم هم همین فکر رو میکنم. بودارم از دلشوره میبیرم. همه خوشحالم هم دلشوره دارم. نه بابا چی دلشوره داری؟ بعد به دلت را نده. همین که این داییه از خود راضی و مغروری که من میشناسم بهت پیغام داده خودش خیلیه. یعنی چی کار میتونه داشته باشه؟ وای خدا خط به بخیر کنه. وای 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 حالا چرا خط وای 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 میکنی؟ خب گوشی تو بردار بهش زنگ بزن. مگه خودش نگفته بهش زنگ بزنی؟ گفته ولی من میترسم. لوس نکن خودتو لیلی. زنگ بزن. بیا حالا نمیتونم زنگ بزنم. حالا حالش بابا چی بود؟ گرفتم بچون تو گرفتم بچونش مالش گرفتم اونو زنگ خارزش میشه. بفقه بهش نگه پیش منی ها. هیشکی نمیدونه. الو سلام. خوب هستی؟ ممنون. شما خوبین آقای دانشور؟ دانشور چیه بگو بابا؟ نگفتم شما فرمودین به فاضل حرفی نزن. من هیچی بهش نگفتم. شما ایران تشریف دارین؟
نرفتین؟ آه رفتین برگشتین. آخه من خیلی هیجان زدم، نه که شما قراره با فاضل آشتی کنی، من نذر کردم. بله گوش میکنم. شما تشریف میارین آخه؟ نه؟ بله میام، شما بفرمایید کجا باید بیام. بیام آن باشه، من منتظر تماستونم. نه خیالتون راحت باشه، من به فاضل هیچی نمیگم. خداحافظ. قرشو تو بری پیشش؟ آره. ولی برعکس پیامکش اصلا لحن مهربون و دوست داشتنی نداشت. دیگه واقعا شما به بزرگی خودتون ببخشین. من جدی میگم اصلا مهربون نبود. وای چه رویی داری لیلی. خب من بهت پیغام داده باهات حرف زده، دیگه چی میخوای؟ بذار بگه قربو صدقت بره، بگه وای دختر عزیزم تو رو خدا منو ببخش، بذار من به دست و پات بیفتم. باش کجا قرار گذاشتی؟ نمیدونم، گفتم نیم ساعت دیگه خودم زنگ میزنم. وای کاش میشد منم باهات بیام، دارم از فضولی میمیرم. سلام. اینم قابل شما رو نداره. خوشحال شدی با حرف زدم نه؟ بله خب خیلی. گفتی پیرمرد دلش نرم شد و کوتاه اومد ها؟ اولا که نفرمایین اصلا پیرمرد برازنده شما نیست، دوم این که من خیلی وقت منتظر همچی روزی هم برای این روز روز شماری میکردم. خب اگه منم بودم روز شماری میکردم، ولی فکر میکردم بیشتر از این ذوق زده بشی و دست باشه طوری که نتونی حرف بزنی. نه هستم، هم خیلی ذوق زدم هم خیلی دست پاچم، هیجان زدم هستم. دو سه ساعت پیش که خیلی افتضاح بودم، الان یه خورده بهتر شدم از روش گذشته. اوه انگار اصلا دارم خواب میبینم، باورم نمیشه. همش به خودم میگم خدا کنه هیچ‌وقت از این خواب بیدار نشم. خب حق داری، چون نرمش و انعطافی که من از خودم نشون دادم فکر میکنم یه کمی زود بود، ولی اصولا من معتقدم کش دادن این موضوعات و تماشاچی شدن به مدت طولانی خوب نیست. بله دقیقاً درسته، باید هر چه زودتر رفت تو دل ماجرا و تکلیف رو یکسره کرد. به قول معروف یا رومی رومی یا زنگی زنگی. ببین لیلا جان، اسمم لیلیه. حالا هرچی، تو از من برا خودت یک هیولا درست کردی. نه اصلا اینجوری نیست. گوش کن، تو حرف من نبر. بفهم. کاری ندارم که تو چی از من تو ذهنت ساختی و پرورش دادی. تنها چیزی که برای من مهمه خانواده است، خوشبختی و آبروی خانواده. با اینکه خدا رو شکر اونقدر دارم که نواده های منم تا آخر عمرشون میتونن بخورن و هیچ وقت احتیاج مالی نداشته باشم، ولی من مال دنیا برام ارزش نداره. بچه هم از هر چیزی برام مهمتر و عزیزترن. دوتا پسر دارم، یکی از یکی عزیزتر و مهمتر. اگرچه فاضل این فکر رو نمی کنه و فکر می کنه که من و مادرش دوستش نداریم. خیلی هم تلاش کردیم که اینو از ذهنش در بیاریم، ولی خب هیچ وقت نتونستیم. درسته که اون سالها از ما دوری می کرد، ولی ما که نمی تونیم مثل اون باشیم. هیچ وقت تنهاش نذاشتیم، همیشه چشممون دنبالش بود. به هر حال لیلی جان، دیگه بیشتر از این طاقت ندارم که پسرمو تو این موقعیت ببینم. باید کمک کنی این قائله رو تموم کنیم. تنها کسی هم که میتونه کمکم کنه توی.
کمکم میکنی؟ وای معلومه من که از خدا همه کور از خدا چی میخواد تو چشم بینا. ممنونم دخترم، این که حرف منو میفهمی. وای 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 چقدر خوشحالم، اصلا باورم نمیشه انگار دارم خواب میبینم من شما حرف میزنی، انقدر صمیمی. ممنونم آقای دانشور، ممنونم بابا. بگیر. آخی این چیه؟ یه میلیارد؟ آره. وای بابا جون نیازی به این کارا نبود، من فاضل که شما پول نخواستیم ما خودمون. فقط تاریخش نوشته نشده، وقتی کاری رو که بهت گفتم انجام بدی اونم قید میکنم و میتونی نقدش کنی. چه کاری من باید انجام بدم؟ از زندگی من و فاضل برو بیرون، ازت خواهش میکنم بذار فاضل برگرده پیش من و مادرش. اگه خوابم باشه که یکی منو بیدار کنه. خب مگه تو پول از پدر فاضل نمیخواستی؟ خب اینم پول، درسته به اندازه ای نیست که براش نقشه کشیدی، ولی یه میلیارد برای تو خیلی زیاده. شما میخواییم با این پول منو بخرین؟ نه کمه، خب بیشترش میکنه. فقط از پسر من جدا شو، هر چقدر دیگه هم بخوای بهت میدم. جدا شو. بگیر اینا اینقدر برا من بازی در نیار، من هزار تا مثل تو رو بزرگ کردم، من تو عمرم به کسی باج ندادم، اما به خاطر پسرم دارم به تو باج میدم. بگیر و برو. واقعا براتون متاسفم آقای دانشور. تا دیگه نمیخواد به من درس بدی؟ گوش کن، گوش کن که بهت میگم، اینو بگی دودمان تو رو هم تامین میکنه. بگیر. اگه گفتنش خوشحالتون میکنه بعد بگم خوشبختانه من دودمانی ندارم که به خاطرش تن به هر خفتی بدم، پس شما پولتون رو برای خودتون نگه دارید. زمانی هم از فاضل جدا میشم که فقط خودش بخواد. اگه الانم بهتون بی احترامی نمیکنم فقط به خاطر فاضله، وگرنه اگه خوشحالتون میکنه بعد بهتون بگم من بزرگتری بالا سرم نبوده که این چیزا رو یادم بده. درد منم هم همینه، من نمیخواستم عروسم از کوچکی کسی بالا سرش نباشه. تو چی از زندگی ما میخوای؟ ببین با اردنگی از زندگی پسرم میندازمت بیرون. اینقدر پسرم پسرم نکنین. آقا شما چی میدونین از گذشته فاضل؟ شما که اینقدر ادعاتون میشه مراقبش بودین، مواظبش بودین، کجا بودین وقتی فاضل گوشه خیابون، کجا بودین ببینین ما چه روزایی رو پشت سر گذاشتیم؟ بفرمایین آقای دانشور، بفرمایین، ما اصلا هیچ چش داشتی به پول شما نداریم. فقط مرگ میتونه ما رو از هم جدا کنه یا اینکه خود فاضل بگه. کاری میکنم که برای طلاق از فاضل به دست و پای من بیفتی، التماسم بکنی. گوش کن ببین چی بهت میگم. یه مرد با این سن و سال دنبال یه دختری که هم سن نوشه. مردک برای چی؟ مگه شما خودت خواهر و مادر نداری؟ تو برای چی؟ برو خجالت بکش. هم سن نوته. برای چی برای چی نجی؟ برای دوری رو برمیشه. چه؟ برای چی داری شما فیلم میگیری؟ Thank you.
چرا من نگفتی؟ خیلی سرم میخواستم اعتمادش رو جلب کنم، چه میدونستم آخرش اینجوری میشه. گفتم شاید به تو بگم کارو خراب کنم. خیلی پیامش مهربون بود، خیلی اولش مهربون برخورد کرد. ولی مهربون نبود، ولی عادی بود. من اگه میدونستم نمیذاشتم بریم. من بابام بهتر از همه میشناسم. مثلا آدمی نیست که به این راحتی ها کوتاه بیاد، مخصوصا اگه بی خود و بی جد مهربون میشه که حتما کاسه ای زیر نیم کاسه است. واقعا فکر نمیکردم از این راه وارد شم. اون از اون که با آقا فرزاد پیشنهاد پول میده که زندگیمونو به هم ریزه، اینم که به من میاد. آخه مرد حساب من چه ایزو متری به تو فروختم؟ تو که ما رو با تیپا از زندگیت انداختی بیرون، دیگه چی میخوای از زندگیمون؟ بسا زندگیمونو بکن. لیلی من واقعا ازت معذرت میخوام. نه تو چرا معذرت میخوای؟ تو کاری نکردی. نه در اصل من تو این شده، نه تو کارش خیلی زشت بوده. من واقعا ازت معذرت میخوام. نه من بدم. نه تو گلی، تموم شد دیگه، تموم شد. من واقعا حاضر نیستم پیششون برگردم. ولی یه میلیارد کار بد کردی نگرفتی. من کار بد خیلی کردم، یکیش همین بیکست و کار بودنمه. لیلی دروغ میگم. حالش کن دیگه، دیگه حرفشو نزن باشه. من بهت قول میدم این توهین رو به نحو احسن واسه جبران کنم، باشه؟ بایه چیشو سرده دیگه؟ چه خوبی الان؟ آره. خب بشین بگو چی میخوای. من واسه میارم قرص فردا. خب من واسه میارم، بشین تو بشین. من فازی جانم، فازی سرم داره گیج میره. دیدم یه شب